ثروتمندترین مرد 53 ساله در دنیا که در دهه 30 سالگی خودش انقدر ثروت به دست آورد که لازم نبود یه کاری انجام بده، اما هدفهای بزرگتری داشت که این اهداف حتی به کره زمین هم محدود نمی‌شد. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به دومین قسمت از برنامه وال استریت. امروز آقای ایلان ماسک رو مهمون برنامه خودمون کردیم و قراره در مورد آقای ایلان ماسک و شرکت‌هایی که ایشون تأسیس کرده صحبت کنیم. کسی که به ثروت بسیار زیادی رسیده، می‌خوایم ببینیم اهدافی که داشته چیها بوده و چه چالش‌هایی رو پشت سر گذاشت. آقای ایلان ماسک متولد آفریقای جنوبی هست و وقتی که 12-13 سالش بوده اولین درآمد خودش رو به دست میاره. چطوری؟ با ساخت بازی کامپیوتری. برنامه نویسی رو به صورت خودآموز یاد گرفته و با همین چیزهایی که یاد گرفته موفق میشه که یک بازی کامپیوتری بسیار ساده رو طراحی کنه. این بازی رو به قیمت $500 میفروشه و اولین درآمد خودش رو به دست میاره. اینکه آقای ایلان ماسک چی شد به این اهداف بزرگ دست پیدا کرد و چی شد که اصلا این اهداف در ذهنش قرار گرفت، میتونیم بگیم کتاب‌هایی که در دهه 10 تا 20 سالگی خودش خونده بود بسیار تاثیرگذار بوده. ایلان ماسک از همون سنین فکر میکرد که کره زمین کم کم جای زندگی نیست، باید فکر کنیم و راهی پیدا کنیم که به منظومه‌های شمسی سفر کنه و جایی رو برای زیستن انسان‌ها پیدا کنه. پروژه سفر به مریخ. قبل از اینکه یک بار وارد فضا بشیم ببینیم آقای ایلان ماسک چطوری از درآمد $500 به درآمدهای میلیون دلاری رسید. به هر حال باید یک سری توانایی ها داشته باشه، باید یک سری چیزها بلد باشه. وقتی آقای ایلان ماسک به آمریکا مهاجرت میکنه و وارد دانشگاه پنسیلوانیا میشه، شمع اقتصادیش روشن میشه. تصمیم میگیره با یکی از دوستان خودش خارج از دانشگاه یک خونه ای رو کرایه کنه و اون خونه رو علاوه بر اینکه خودش و دوستش زندگی میکنه تبدیل کنه به یک کلوب. میشه گفت اولین درآمدهای کوچیک رو هم اونجا به دست آورد، ولی درآمد خیلی خوبی بود چون با درآمد یک هفته این کلوب اجاره یک ماه رو پرداخت میکرد. وقتی که در رشته های اقتصاد و فیزیک فارغ التحصیل شد تصمیم میگیره که ادامه تحصیل نده، با برادر خودش به دره سیلیکون ولی بره، جایی که بزرگهای دنیا اونجا حضور دارن و رقابت هم بسیار سخت هستش. یک بررسی محلی انجام میده و به این نتیجه میرسه که میتونه یک شرکتی رو ایجاد کنه که آدرس مارکت ها و نیازهایی که انسان ها دارن و آدرس هایی که میخوان رو در اون سایت قرار بده. شرکت زیپتو در ابتدا فعالیتش در حد محلی بوده، ولی سرمایه میخواد، مجوز میخواد و چطور این کارها رو انجام داد؟ نه الان اعتبار زیادی داره که بخواد وام بگیره، نه از قبل پول زیادی به دست آورده. داریم در مورد آمریکا صحبت میکنیم، کشوری که هزینه زندگی ماهانه خیلی راحت $2,000-$3,000 هست. الان در حدی موفق بوده که فقط میتونسته هزینه های خودش رو بده، اما این پول رو از کجا به دست آورد؟ پدرش به این دو برادر مبلغ $28,000 پول کمک میکنه و این پول سرمایه اولیه این دو نفر میشه. اما فکر نکنید مبلغ خیلی زیادی بوده، چون فقط موفق میشن که مجوزها رو بگیرن، یک دفتری رو اجاره کنن برای شرکتشون و دیگه حتی پولی براشون نمیمونه بخوام برای خودشون خونه بگیرن. شاید شما شنیده باشین ایلان ماسک در دفتر خودش زندگی میکنه و حتی الان هم امروزه به دلیل مشغله زیادی که داره در دفتر خودش بعضی شبا رو سپری میکنه. اون روزها زمانی که زیپتو شکل گرفته بود، ایلان ماسک و برادرش علاوه بر این که در این شرکت کار میکردن در همون دفتر هم زندگی میکردن. الان داره یه مقدار از فعالیت زیپتو میگذره. گفتم سیلیکون ولی جاییه که بزرگها حضور داشتن و یک شرکتی که در حال پیشرفت هست مورد توجه بقیه قرار میگیره. این شرکت موفق به جذب $3,000,000 سرمایه از سرمایه گذارها میشه. خب یک سری مزیت ها داشت، پول زیادی وارد زیپتو شده، اما وقتی که یک نفر با پول زیاد وارد یک شرکتی میشه تقریبا میشه گفت همه کاره اون شرکت هم سرمایه دار هستش، باعث میشه که زیپتو از اون مسیر و اون هدفی که داشت یه مقدار خارج بشه، ولی
در کنارش وارد حوزه روزنامه‌نگاری شده. یعنی علاوه بر اون کاری که خودش انجام میداد، الان داره به روزنامه‌نگارها هم کمک میکنه و یک سایت قوی شده. داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که اینترنت آنچنان بین مردم جا نگرفته. شاید امروزه زیپتور رو بتونیم با گوگل مپ مقایسه کنیم، نرم افزارهای نقشه یا. خلاصه که سال 1999 میلادی زیپتو به قیمت 307 میلیون دلار به فروش میرسه. از این مبلغ 25 میلیون دلار سهم ایلان ماسک هستش. میبینین چقدر راحت عدد و رقم ها دارن افزایش پیدا میکنن؟ شاید ما کمتر بتونیم تصورش کنیم. این مشکل ما هستش. این به خاطر عدد ذهنی ما هست. اینکه نمیتونیم درک کنیم که چطوری از 27 هزار دلار 3 میلیون دلار جذب بشه، بعد شرکت به مبلغ 307 میلیون دلار فروخته بشه. کی این پول ها رو داره؟ چرا باید هزینه کنن این شرکت رو بخرن؟ مگه خودشون نمیتونن با نصف این مبلغ همون شرکت رو ایجاد کنن؟ فراموش نکنید آدم ها وقتی که به آزادی مالی میرسن، از یک جایی به بعد زمان براشون ارزشمندترین چیز دنیا میشه. شرکت ها حاضر هستن مبالغ زیادی رو پرداخت کنن برای استارتاپ ها و بیزینس ها، برای یک استارتاپی که آماده، حاضر و به درآمد رسیده. ایلان ماسک صاحب 25 میلیون دلار پول شده. میتونم بگم یکی از دلیل های موفقیت ایلان ماسک برنامه ریزی درست و مدیریت درست مالی بوده. یعنی در همون ابتدا چه 1000 دلار پول داشته باشه، چه 1 میلیون دلار، 100 میلیون دلار و غیره داشته باشه، برنامه ریزی درستی میکنه. از این 25 میلیون دلار نصفش رو هزینه خودش میکنه. خونه میخره، ماشین میخره، حتی یک هواپیمای ملخی خریداری میکنه و میاد نصف دیگرش رو وارد یک بیزینس جدید میکنه. چه بیزینسی؟ اولین بانک اینترنتی دنیا، X.com. امروزه به اسم پیپال میشناسیم. چرا تغییر اسم داد؟ به خاطر اینکه در ادامه با شرکت رقیب خودش که نمیتونست با ایلان ماسک رقابت کنه ادغام میشه و پیپل امروزی به وجود میاد. شاید براتون جذاب باشه که تبلیغاتی که امروزه هم استفاده میشه در زمان ایلان ماسک و در زمان پیپل جزو اولین ها بود. چه تبلیغاتی؟ ایلان ماسک میاد برای اینکه مردم بهش اطمینان کنن. ما داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که اینترنت هنوز شناخته نشده آنچنان و الان ایلان ماسک اومده یک بانک اینترنتی ایجاد کرده. چطوری مردم اطمینان کنن و تراکنش‌های خودشون رو در اون بانک انجام بدن؟ میاد و میگه هر کسی که از X.com استفاده کنه در ابتدا 20 دلار و وقتی که دوستانش رو دعوت کنه 10 دلار به اون داده میشه. ایلان ماسک شاید بیشتر از این که توجه کنه نیازهای مارکت چیه، نیازهای مردم چیه، می اومد و استارتاپ هایی که شکل گرفته می دید مشکلش چیه و اون مشکل رو برطرف می کرد. الان توی همین X.com متوجه میشیم. گفتم یک شرکت رقیبی داره. این شرکت رقیب حتی زودتر از ایلان ماسک کار خودش رو شروع کرده بود. با این تفاوت که یک دستگاهی بود قبل از اینکه تلفن‌های هوشمند امروزی بیاد و با اون دستگاه‌ها میتونستن پول جابجا کنن. ایلان ماسک اومد روی بستر اینترنت، سایت امروزی که میشناسیم، این کار رو انجام داد و خب کار کردن راحت‌تر بود. دو تا کار انجام داد. اول از همه مردم میتونستن به همدیگه پول انتقال بدن و کار بعدی با شرکت‌های اینترنتی مثل ایبی صحبت کرد و ایبی رو مجاب کرد که مردم بتونن با X.com خریدهای خودشون رو از ایبی انجام بدن. یک موفقیت بسیار بزرگ بود. انقدر موفق شده بود ایلان ماسک در X.com که همونطور که بهتون گفتم با شرکت رقیب ادغام شد و پیپل ایجاد شد. در نهایت پیر امیدیار که اصالت ایرانی هم داره و مالک ایبی هستش، پیپل رو خریداری میکنه به مبلغ 1.3 میلیارد دلار. میبینین چقدر راحت میلیون تبدیل شد به میلیارد. این رو ما اگر با عدد رقم هایی که خودمون هم میشناسیم مقایسه کنیم، میبینیم که شدنی هستش. این خرید باعث شد که 7 ثروتمند خلق بشه که این 7 ثروتمند میتونیم بگیم که هر کدومشون پادشاه یک قسمتی از اینترنت رو به دست گرفتن. رید هافمن لینکدین رو به وجود آورد. پیتر تیل اولین سرمایه‌گذار فیسبوک شد. لوک نوسک و
کن هاوری یک شرکت سرمایه گذاری ایجاد کردن که بعدها متوجه میشیم که جز اولین سرمایه گذارهای اسپیس ایکس ایلان ماسک بودن. چاد هرلی، استیف چن و جاوید کریم یوتیوب رو خلق کردن. ایلان ماسک هم از این خرید 140 میلیون دلار ثروت به دست آورده. انقدر مبلغ زیادیه که میتونه تا آخر عمرش به راحت ترین شکل ممکن که فکرشو کنین زندگی کنه. دو تا تصمیم باید بگیره. یکی اینکه ادامه بده یا نه، و اینکه هنوز در حوزه اینترنت و نرم افزار و برنامه‌نویسی بمونه یا همون ایده هایی که داشت. ایلان ماسک رو در سه ویژگی باید بشناسیم. یک، اینترنت که مأموریت خودش رو تا اینجا انجام داده و در حوزه اینترنت خیلی موفق شده، انرژی پاک و فضا. تصمیم میگیره که وارد فضا بشه. سال 2002 هستش و پروژه اسپیس ایکس شروع به کار میکنه. سال 2002 پروژه اسپیس ایکس استارت میخوره و وزنه بسیار سنگینی رو ایلان ماسک بلند میکنه، چرا که قرار با شرکت‌های بسیار بزرگی مثل ناسا و بوئینگ رقابت کنه. ناسا دولتیه و قدرت بسیار زیادی رو هم داره. چرا اومد اسپیس ایکس رو ایجاد کرد؟ به خاطر اینکه تا الان ناسا هیچ برنامه‌ای برای سفر به مریخ نداشته و ایلان ماسک تصمیم میگیره یک سری موشک‌ها و فضاپیماهای جدید رو احداث کنه. سال 2003 شده و دو تا مهندس میان از شرکت جنرال موتور آمریکایی یک ایده ای رو برمی‌دارن و کامل ترش می‌کنن. ایده خودروهای الکتریکی. مارک تارپنینگ و مارتین ابرهارت. دو مهندس هستن که تصمیم می‌گیرن برای احترامی هم که به نیکولا تسلا قائل هستن، اسم شرکت خودشون رو تسلا موتورز بذارن. سال 2004 اولین پرواز ناموفق اسپیس ایکس که حتی در جایگاه نمیتونه بلند بشه و همونجا منفجر میشه اتفاق میفته. تا الان متوجه شدیم ایلان ماسک مدیریت مالی خوبی داشته. وقتی این اتفاق شکل میگیره، ایلان ماسک میگه که شاید اصلا اسپیس ایکس موفق نشه. قرار بوده 5 پرواز انجام بده، ولی همین اولین پرواز که شکست میخوره یک پلن بی ایجاد میکنه. میاد یک سرمایه گذاری 30 میلیون دلاری در شرکت تسلا موتورز انجام میده. مبلغ بسیار زیادیه و این مبلغ ایلان ماسک رو سهامدار اصلی شرکت تسلا میکنه. سال 2006 اولین خودروی تسلا عرضه میشه، خودروی رودستر. این خودرو برقی بوده، سرعت بسیار قوی داشته که 0 تا 100 رو در 3.9 ثانیه پر می‌کرده. اما یک سری مشکلات مدیریتی بوده که در واقع دو تا مدیر عامل در این سال‌ها عوض میشه و در نهایت هیئت مدیره تصمیم میگیره خود ایلان ماسک رو به عنوان مدیر عامل معرفی کنه. اولین کاری که آقای ایلان ماسک بعد از اینکه مدیر عامل شد، 25% از کارمندا رو اخراج کرد. یکم حساب نداشت. مهمترین مزیت این خودرو این بوده که میتونسته با یک بار شارژ 395 کیلومتر رو طی کنه که تا اون روز این اتفاق در بین شرکت‌های دیگه نیفتاده بود. سال 2007 شده، دومین پرواز اسپیس ایکس هم داره اتفاق میفته، ولی دومین پرواز هم با شکست روبرو میشه. از اینجا به بعد ایلان ماسک وارد چند تا شرکت میشه، یعنی همین الان تسلا و اسپیس ایکس رو داره. جلوتر که میریم متوجه میشیم دائما شرکت های جدید، سرمایه گذاری های جدید، ریسک های جدید انجام میده. هر کسی واقعا از این مسئولیت بر نمیاد، چون هر سرمایه گذاری یک ریسک جدید داره و واقعا باید اون فرد بدونه و تجربه زیادی داشته باشه که بتونه در یک مسیر قدم درستی رو برداره. زمانی که رودستر وارد بازار آمریکا میشه، خب به خاطر قیمت زیاد 100 هزار دلاری که داشته آنچنان فروشی رو ثبت نمیکنه و شرکت تسلا حتی سالهای 2008-2009 با مشکلات مالی زیادی روبرو میشه. میتونیم سال 2008 رو بگیم یکی از سالهای اولیه چالش بزرگ برای ایلان ماسک بوده، که من مطمئنم در اون سال به این موضوع فکر کرده کاش هیچ وقت در این ریسک ها و این مسئولیت های جدید قدم نمیذاشتم و همون پول زیاد و ثروت زیادی رو که به دست آوردم میرفتم و کیف میکردم. سال 2008 سومین پرواز اسپیس ایکس هم اتفاق میفته، ولی باز هم موفق نیستش. فشارهای رسانه خیلی زیاده روی ایلان ماسک
و از یک طرف هم تسلا دچار مشکل‌های کمبود نقدینگی شده. باید یک راه حلی پیدا کنه، باید یک کاری انجام بده که در واقع حداقل تسلا که یک سرمایه گذاری جدید برای اون بوده بتونه از این فشارهای مالی خارج کنه. دائما درگیر بوده، یک معجزه اتفاق میفته. آگوست 2008 ابتدا چهارمین پرواز هم ناموفق بوده، ولی سپتامبر 2008 موفق میشه که اولین پرواز موفق فالکون 1 توسط اسپیس ایکس شکل میگیره. یک مقدار فشار روانی برای آقای ایلان ماسک کم میشه و اون طرف هم برای تسلا چند تا کار انجام میده. یکی میاد 10% سهام رو وارد بازار بورس میکنه و مبلغ 50 میلیون دلار به دست میاره و به خاطر اینکه تسلا در حوزه انرژی پاک فعالیت میکرد میتونست از وزارت نیروی آمریکا مبلغ 400 میلیون دلار بیشتر وام بگیره و این باعث شد اون فشار روانی و اون فشار مالی که ایلان ماسک داشت کاهش پیدا کنه. اسپیس ایکس از یک طرف فشار رسانه کاهش پیدا کرده و 500 نفر آدم که باعث شده بودن اولین پرواز موفق شکل بگیره بسیار خوشحال بودن، اما اسپیس ایکس هنوز هیچ درآمدی نداره. ناسا یک مناقصه ای رو برگزار میکنه که خیلی شرکت ها در اون مناقصه شرکت میکنن. ناسا میخواسته که 12 پرواز رو به ایستگاه بین المللی ارسال کنه و اینجا اسپیس ایکس به خاطر اینکه خودش 0-100 کار رو انجام میداد تونست با مبالغی که پیشنهاد داده بود و هزینه تمام شده ای که پیشنهاد داده بود این مناقصه رو برنده بشه. ناسا مبلغ 1,600,000,000 به اسپیس ایکس میده. مبلغ بسیار خوبی هستش و باعث میشه که اسپیس ایکس به روند خودش ادامه بده و کار خودش رو گسترش بده. از اون طرف برای تسلا آقای ایلان ماسک از همون سالهای 2006 که اولین محصول بیرون اومده بود یک طرح و برنامه ریزی 10 ساله داشت. گفت ما 3 ماشین رو میخواییم تولید کنیم که این 3 ماشین دائما از سودشون بیایم ماشین های بصرفه تر تولید کنیم. مثلا رودستر که یک ماشین در واقع اسپورت بود و هزینه زیادی هم داشت و برای خانواده ها مناسب نبود، یک سری عیب هاش بود. جلوتر میریم مدل اس به وجود میاد، مدلی که برای خانواده ها خیلی مناسب هستش ولی همچنان یه مقدار قیمتش زیاده. مدل اس میتونسته 435 کیلومتر رو با یک بار شارژ بره و سرعت 0-100 رو هم 3.9 ثانیه پر میکرد. خب اینجا دومین مدل تسلا هم روانه بازار شد. گفتم بهتون چی؟ آقای ایلان ماسک رستر رو که روانه بازار کرد از سودش مدل اس رو ایجاد کرد با قیمت پایین تر. این بین مدل ایکس هم روانه بازار شد حدود سالهای 2014 که معروف هستن به درهای شاهینی. الان تسلا آماده ی عرضه یک ماشین با قیمت بصرفه هستش، چون با سودهایی که به دست آورده در طول این سال قراره یک ماشین بسیار جذاب و مقرون بصرفه رو تولید کنه. اون هم مدل تریه تسلا هست. زمانی که اعلام شد مدل تریه تسلا قراره عرضه بشه، در همون هفته اول 325 هزار دستگاه ثبت شد و مردم خریدار بودن. خب خیلی عدد زیادی بود و میشد 14 میلیارد دلار سود برای یه شرکت تسلا. هنوز که هنوزه مدل تریه تسلا جز پرفروش ترین مدل های این شرکت هستش. باید بدونید که ایلان ماسک در حوزه های متفاوتی حضور داره. به نظر من ایلان ماسک هم در کره زمین و هم در خارج کره زمین انقدر قدرت و ثروت داره و انقدر در حوزه های مختلف شرکت و کمپانی داره که میتونه هر بیابانی رو به یک زمین حاصل خیز تبدیل کنه و یک کشور رو کلن ایجاد کنه. نورولینک، اوپن ای آب، هایپرلوپ از جمله پروژه های ایلان ماسک هستش که در حوزه انرژی پاک فعالیت داره. اگر دقت داشته باشین ایلان ماسک در این مسیری که همراه بودیم باهاش چند تا فاکتور داشت. یک، اهداف بلند پروازانه داشت. یعنی حتی در زمانی که برنامه نویس بود و داشت توی اون حوزه پول خیلی خوبی رو به دست می آورد، ترجیح داد که از اون حوزه خارج بشه و دنبال اهداف خودش بره، یعنی انرژی پاک، و در این مسیر قدم‌هایی رو برداشت. به نظر من شرایط محیطی خیلی برای
آقای ایلان ماسک هم موثر بوده، اینکه دولت‌ها اجازه دادن یک سری کارها رو انجام بده و شاید هر کس دیگه هر جای دنیا این کار رو نتونه انجام بده. ولی چیزهایی که میتونیم درس بگیریم از آقای ایلان ماسک، در زمانهایی که فشار روانی بسیار قوی رو داشته، تحمل میکرده، تصمیمات درستی گرفته، یعنی تصمیمات عجولانه نگرفته، همیشه پلن بی داشته و مدیریت نقدینگی خوبی رو انجام داده. حتی آقای ایلان ماسک از سال 2018 شروع کرد در رسانه ها شیطنت کردن. مثلا یک کلیپی هست آقای ایلان ماسک در مورد سهام تسلا میگه من هیچ وقت توصیه نمی کنم که تو سهام تسلا سرمایه گذاری کنه و از نظر من حباب قیمتی زیادی داره. اما ایشون یادش رفته که سال 2018 در توییت یک توییتی رو زد، در واقع ایکس امروزه، که خود آقای ایلان ماسک هم توییتر رو به قیمت 44 میلیارد دلار سال 2021-2022 خریداری کرد. یک توییتی رو زد و اعلام کرد به نظر من قیمت سهام تسلا قبل از اسپلیتش بود 430 دلار خواهد شد. همین موضوع باعث شد که سازمان نظارتی آمریکا 25 میلیون دلار جریمهش کنه و فکر کنم به خاطر اون اتفاق هستش که دیگه کمتر در مورد بورس آمریکا سهام تسلا نظر میده و فعلا بازار کریپتوکارنسی رو دستش گرفته و ما ایشون رو میشناسیم در مورد معرفی ارزها، در مورد معرفی میم کوین ها. رسیدیم به بخش جذاب سهام و سرمایه گذاری. الان بین تسلا و اسپیس ایکس، تسلا هستش که عرضه عمومی شده و میشه در بازار بورس نیویورک اون رو خریداری کرد. قیمت سهام تسلا امروز که دارم با شما صحبت میکنم حدود 180-190 دلار هستش. یه موضوعی رو بگم جنبه آموزشی هم داشته باشه. شما قیمت سهامی که امروز میبینید نباید با چند سال پیش مقایسه کنید، چون توی این مسیر اون کمپانی، مثلا تسلا هم این کار رو کرده، اسپلیت انجام داده. مثلا سالهای 2020 قیمت سهام تسلا تا 2000 دلار هم افزایش داشت و کمپانی تسلا اسپلیت 1:5 اگر اشتباه نکنم انجام داد و قیمت سهام رو اوورد روی 400. به این معنی که کسی که یک سهام داشته الان 5 سهم داره و قیمت هر سهمش 400 دلار، یعنی هیچ سود و ضرری برای سهامدارها نداشته، ولی باعث میشه که در دراز مدت سرمایه گذارهای جدید جذب بشن و سهام رو خریداری کنن. الان 180-190 دلاره که تو تایم فریم هفتگی همین قیمت ها قیمت مناسبی هست برای سرمایه گذاری. اگر قیمت 180 رو رد کنه، ترجیح هم این هست که سهام رو خریداری نکنیم تا دوباره برگرده بالای 180 دلار، چون وقتی که بیاد زیر 180 امکان داره فشار فروش افزایش پیدا کنه و اگر بتونه بالای 180 دلار خودش رو نگه داره، خیلی راحت میتونه تارگت های 220-330 دلار رو در تایم فریم های هفتگی و ماهانه برای ما به دست بیاره سهام تسلا. و خوبه بدونید که کمپانی تسلا الان رتبه 11 در دنیا رو با یک مارکت کپ بالای 500 میلیارد دلار داره و اسپیس ایکس هم 130 میلیارد دلار تقریبا مارکت کپش هستش. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشین. در این برنامه سعی کردم زندگی نامه آقای ایلان ماسک رو برای شما عزیزان شرح بدم، اینکه چی شد به این موفقیت ها رسید. به نظر من خلاصه در یک کلام هدفهای بزرگ داشت و بسیار دید بزرگ رو هم آقای ایلان ماسک داشته. موفق و پیروز باشین.